شرط میبندم این کباب کوبیده رو تا الان تجربهش نکردی، چون این اختراع مهرداد فزه، کباب کوبیده لامرغی. برو بریم تو کارش. خب بریم سراغ مواد اولیه. اینجا من دنبه دارم. کسایی که تو کشورهایی هستن که دنبه وجود نداره میتونن از چربیهای روی رون یا سردست گوسفند استفاده بکنن. گوشت چرخ کرده معمولی فریزری که میتونه ترکیب گوساله و گوسفند باشه 50-50، تقریبا 20% هم چربی داشته باشه کافیه، به همراه رون و سینه بیخس شده مرغ به مقدار مساوی 250 گرم توفاله پیاز. با این تکسچر زیادم نمیخواد خشک باشه، یه خورده ناکن باید آبم داشته باشه. توفاله پیازش رو یه مقدار بیشتر میزنیم که کبابمون نرم بشه. این کباب مطلقا جوش شیرین نداره و اصلا نمیریزه. حالا به تکنیکش رو یاد میدم تا آخر ویدیو. فلفل قرمز، فلفل سیاه، نمک و زعفران. خب اول این مرغا رو به تیکه های کوچیک تقسیمش میکنیم که بره داخل چرخ گوشت. ترکیب رون و سینه هم ترکیب فوق‌العاده یه، کبابش نرم میشه. به این یه مقدار نمک میزنیم. نمکمون 13-14 گرم و نمک واسه کل قضیه داریم. نصفشو میزنیم به مرغمون، نصفش هم میزنیم به گوشت چرخ کردمون. این دنبرم که بهتون گفتم اگه در دسترس نبود از چربیای گوسفند استفاده بکنید، یا نبود میتونید کره استفاده بکنید. با دهنه کبریتی گوشتمون رو چرخ میکنیم. یه مقدار فلفل قرمز به اندازه 1 گرم و 1 گرم هم فلفل سیاه، یه مقدار زعفرون به همراه نصف این توفاله های پیازی که داشتیم و دوباره اینو یه چرخش میکنیم. یه همش من میزنم. این فرمول رو واسه کوبیده مرغ هم میتونید استفاده بکنید. گوشت آماده است. همین نیاز به ورز خیلی زیادی نداره، چون اینو زیاد ورزش بدی سفت میشه گوشت مرغو. همین با قاشق یه ذره تمیزش بکنید، روش یه مشما بکشید، بذارید یه خورده سرما ببینه توی یخچال. حالا بریم سراغ گوشت چرخ کردم. گوشتمون چون قبلا چرخ شده هست و ما الان نیاز داریم که یک بار این گوشت رو چرخ کنیم، همون گفتم گوشت چرخ کرده توی یخچال خونتون، نیاز نداره بری یه گوشت خاصی بگیری. حالا اگه خاصی بگیری هم درصدش 50-50، مثلا قلوه‌گاه گوسفند با سردست گوساله گوشت خوبیه واسه کوبیده، ولی میتونی با همین گوشت چرخ کرده. الان این گوشت چرخ کرده که من دارم کامل گوساله است، قسمت قلوه‌گاه گوساله با سردست گوساله است. خب اینو بهش پیاز میزنیم. خب بقیه اون پیازمونو میزنیم. یه مقدار فلفل قرمز، یه مقدار فلفل سیاه، نمک 500 گرمه، تقریبا 6-7 گرم نمک نیاز داره. یه مقدارم زعفرون دل بخواه، اگه خواستید بزنید، نخواستیدم نزنید. اینو مخلوطش میکنیم و یه بار اینو چرخش میکنیم. میگم چون قبلا چرخ شده، جوش شیرین هم نمیخواد. کسایی که دنبال کباب بدون جوش شیرین میگردن، این کباب خیلی کباب خوبیه و گارانتی نریختن داره، اصلا نگران ریختنش نباش. خب یه خورده این گوشتو ورزش میدیم، زیادم نمیخواد ورز بدیدا، همینی که انسجام پیدا بکنه، بعد میره که یه سرما ببینه. گوشتو یه خورده سرما دید. حالا کاری که ما باید بکنیم، یه آب دست آب ولر میذاریم بغل دستمون، یه ذره دستمون رو خیس میکنیم. نگاه کن، اول از همه خیلی راحته، یه تیکه گوشت ور میداری، این گوشت قلقلی، نکنه این میتبالا. خب اینو
قشنگ اینجوری گردش میکنی، از سر سیخ رد میکنی، نوکشو میگیری، میای پایین. خب این میشه یه دونه. حالا همینو با گوشت چرخ کرده، گوشت قرمز این کارو میکنی. فقط دقت داشته باش، چون گوشت مرغ همیشه کباب کوبیده از سر و ته ول میکنه میفته، ما سر و ته کارمونو گوشت مرغ میزنیم. یعنی اولین میتبالتو گوشت مرغ، آخریشم گوشت مرغ، به همین راحتی. حالا اینا رو دونه دونه ما رد میکنیم رو سیخ. حالا بهت میگم این میخواد چی بشه، شاید الان برات هنوز یه ذره عجیب باشه. دستمونو یه آب دست میزنیم، خب شروع میکنیم ناکو این اجازه، این انگشت رو میگیری بالا با این دوتای وسط و شست. خب ناکو اینو شروع میکنیم به نقش دادن، همینجوری هم با دست ما داره میاد پایین. خب این کباب رو ناکو با یه بار دست خوردن بهش به اینجا میرسه. ببین چقدر خوشگله، چه پرچمیه، باحالیه کبابش، یه کباب خاصیه. خب حالا از این ورم همین کارو تکرارش میکنیم. عالی. حالا میریم سراغ نقش انداختن. خیلی راحت نگاه کن. اول سر و ته سیختو یه ذره میبندی، خوشگلش میکنی. حالا خیلی راحت شروع میکنی به این کبابت نقش میدی. من این کبابم بلند میزنم که یه رخ خاصی داشته باشه روی سیخ. این تهش هم میبندی ناکن. این میشه یه کباب کوبیده لامرغی مهرداد پز. ببین چقدر شکله، چقدر خوشگله و کبابیه که نمیریزه و جوش شیرینم نداره. به به، جونم به این کباب. روشم یه کره زعفرون میدیم، عالی میشه. منقل من دیگه واسه این حجم از کباب واقعا کوچیک بود. منقل اگه زغالی باشه خیلی بهتره. دو رنگ بودنشو ببین، بدون اینکه بریزه. اونم میگم دیگه تو این حجم دیگه تقریبا 300 گرمه. هیچی خدای اتروبوه برنج ایرانی رو نداره. این سینی حداقل 5 نفره سا. یه نثار زعفرونی هم میایم روش. کوبیدم که همیشه گفتم سر سیخو آزاد کنید، ته سیخ هم آزاد کنید. این کوبیده انقدر بلنده، باید یه خورده همچین از وسط ها هم کمکش کنی. کباب هم همیشه گفتم میخوای ببینی کباب نرمه یا نه، ناکن سر سیخو آزاد میکنی، تای سیخو آزاد میکنی. این وسط کباب که نوک سیخ داره در میاد، نگاه کن کباب آویزون میشه. خب کباب اینجوری سیخ وای نمیسته از سیخ، از سر سیخ که داره میاد بیرون. این کباب یعنی کوبیده نرمیه. این چی میگه؟ یا علی من یه ناخونک تای این بزنم. پختشو نگاه کن، کاملا پخته. جاتون خالی، لایک و کامنت فراموش نشه. حتما ویدیوهای جدید تو راهه، حتما کانال رو همراهی کن، سابسکرایب کن. نزدیک 800 تا ویدیو قبلی هم که داریم دیگه، میتونید برید ببینید و استفاده کنی. هر غذایی هم دنبالش هستی اسم غذا رو بنویس، تهش یه مهرداد پز تو سرچ یوتیوب بزنی، آموزش منو برات میاره. خیلی مخلصیم، حتما درستش کن.